بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان محترم تلویزیون نگاه سلام و عرض ادب. چند روز پیش همونطور که بعضی از رسانه‌ها نشر کردن، مایک مولن یکی از مقامات بلند رتبه امریکا گفتن که خشونت‌ها در افغانستان افزایش پیدا کرده است و این در اظهارات خود گفتن که ما باید تا سال 2010 تا پایان سال 2010 را ما کنترل اوضاع امنیتی را باید اختیار داشته باشیم. ما برنامه این ساعت خود میزگرد برنامه سیاسی این ساعت خود درباره همین مسئله ما اختصاص دادیم. مهمان ما جناب آقای داود کلکانی، وکیل مردم ولایت کابل در ولسی جرگه، و همچنان جناب آقای رفیع فردوس بود که متاسفانه ایشان تشریف نوردن، حالا قرار بود ایشان بیان ولی اینکه چی مشکل برش پیش آمده تشریف نیاوردن. ما میخواییم که برنامه خود به این سوال شروع کنیم که آقای کلکانی، شما برداشت شما از گپای آقای مولن که از یک طرف میگه خشونت ها افزایش پیدا کرده، از طرف دیگه هم خب میگه که ما باید کنترل اوضاع را باید در دست داشته باشیم، در غیر از او ما نمیتونیم به اهداف خود دست پیدا کنیم، برداشت شما از این گپای آقای مولن چی هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام با بینندگان محترم تلویزیون نگاه. در مورد حرفای مایک مولن بعد ارائه کرد که اصلا مشکل اصلی در قضایای موجود افغانستان و وضعیت نظامی در کشور یک نقیصه بسیار بزرگ در اوضاع سیاسی و بالخصوص نظامی کشور ای بود است که بعد از فیصله سازمان ملل متحد یا شورای امنیت ملل متحد آمدن قوتهای ناتو به دفاع از افغانستان و کشورهایشان و به خاطر از بین بردن یا محو توریسم و تهدید توریسم، متاسفانه که اونا کشورهایی که متحد هستند و کشورهایی که اعضای ناتو رو تشکیل میتن در افغانستان در جنگ و در اهداف جنگی خود استراتژی واحد نداشتند که از لحاظ نظامی اگر ما بررسی بکنیم که عدم استراتژی واحد و عدم هماهنگی از لحاظ سیاسی نظامی به چالش های بسیار مختلفی مواجه میشن که از او جمله خود نفرت و انزجار مردم یکی از عواملی که اینا در استراتژیشان واحد نیستن، متحد نیستن، اما هنگ نیستن، بنان حرکت های از یا و بالاخره عملیات از اینا باعث از این میشه که چون اما هنگ نیست باعث تلفات ملکی، باعث این ناتشخیص دادن اهداف نظامی و کسانی که از لحاظ نظامی مهره هستند این عدم تشخیص از اونا میشه و بالاخره باعث از این میشه که تلفات ملکی در پی داشته باشه و سبب نفرت و انزجار مردم شوه. میدونید خب مشخص مولان گفته که پیش بینی کرده، گفته که تا ماهای آینده خب خشونت افزایش پیدا میکنه، یعنی مولان وقتی که این مسئله رو مطرح میکنه خب این چی برداشتی از جنگ داره به معنی از اینکه اصلا تا بعد که تا فعلا در نقاطی که یا در اوضاعی که باید توجه می شد توجه لازم صورت نگرفته است، کمی عدم توجه باعث از این میشه که خشونت ها
خشونت ها اضافه تر شود. مثلا یکی از موضوعی که باید سرش توجه میشد امی برآمدن و یا تاریخ برآمدن و یا اخراج قوات های ناتو از افغانستان است. اینا با تا 2014 زمینه را ما سایت فیصله و یا اعلان کردن که ما از افغانستان اخراج میشیم یا خارج میشیم، که خود از این باعث از این شده است که طرف مقابل توریست ها و القاعده و بالاخره طالبا موفقیت خود را نزدیک ببینن. یعنی یک نوع از لحاظ نظامی یک نوع شکست اونا میبینن. خود شکست از لحاظ اصول نظامی ای است که بعد طرف مقابل در عملیات خود شدت بده، عملیات های خود پای هم بسازه و این پیروزی را نزدیک میبینه. یک نقیصه بسیار عمده و بسیار بارز امی است که اینا برای خود تایم تیبل و یا اوقات چیز تعیین کردن. و مسئله دیگه که بسیار مهم و عمده است که اونا پیشتر هم گفتم که استراتژی واحد نداشتن و در اهداف خود، اهداف که انتخاب میکنن موفقیت ندارن. و مسئله سوم، مسئله خود تجهیز و تسلیح کردن و تربیت کردن و نقطه ای که طالبها و القاعده از اوجه سرچشمه میگیرن و تربیه میشن، تجهیز میشن و تسلیح میشن تا او منبع از بین نره، خشونت در افغانستان و بالاخره در پاکستان و در منطقه کم نمیشه. که بنان اینا تا فعلا هم در این مسئله توجه نکردین که یعنی اگر ما دشمن از سرچشمه و یا آب اگر از سرچشمه او رو مانع نشیم و دمروش نگیریم در پایین نمیتونیم. بنان توریست ها و القاعده تا منبع اکمالاتیشان جایی که تجهیز میشن، جایی که تسلیح میشن و جایی که اونا تربیه میبینن، تا اون نقطه از بین نره و محو نشه و زمینی از این مساعد نمیشه که در خشونت در افغانستان و یا خود پاکستان و بعض جای دیگه کم شوه. بنان اینا در این موضوع دقت کردین که نقاطی که باید ضربه میخورد تنوز ضربه نخورده است، نقاطی که باید محو میشد تنوز محو نشده است و انزجار و نفرت مردم، دوری مردم از حکومت و دولت باعث از این شده است که خشونت ها و بالاخره جنگ و بالاخره عملیات های نظامی مخالفین اضافه تر شد. یعنی شما اینطور میگین که